سرخط خبرها. جبهه مقاومت یک عضو امنیت داخلی فرماندهی امنی طالبان را در ولایت نیمروز کش. طالبان یک جوان را در کابل به گلوله بستند. طالبان در شهرک تورخم ننگرهار تصاویر امان الله خان و خان عبدالغفار خان را سیاه کردند. مرزبانان ایرانی یک افغان را تیرباران کردند. اعتراف رئیس اداره اطلاعات خارجی آلمان با قضاوت نادرست در مورد سکوت کابل. پوتین به رسمیت شناختن طالبان و پیشرفت اوضاع بستگی دارد. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. طالبان یک جوان را در کابل به گلوله بستند. منابع در کابل میگویند که طالبان یک باشنده این شهر را به گلوله بستند. یک منبع میگوید که این رویداد روز چهارشنبه 13 سرطان در سایه برشناکود واصل آباد از مربوطات نایی هفتم شهر کابل رخ داده است. طالبان که قصد بازداشت اسیبالله ولد عبدالصبور را داشتند، پس از آن که با مخالفت این جوان روبرو می شوند به او شلیک می کنند. حبیبالله باشنده اصلی ولسوالی نجاب کاپیسا به تازگی از ایران به خانهش در کابل بازگشته بود. منابع میگویند که طالبان بدون دلیل قصد بازداشت این جوان را داشتند. با این حال فرماندهی امنی طالبان در کابل تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. طالبان در شهرک تورخم ننگرهار تصاویر امان الله خان و خان عبدالغفار خان را سیاه کردند. منابع محلی در ننگرهار میگویند که طالبان در شهرک تورخم این ولایت تصاویر امان الله خان، شاه سابق افغانستان و خان عبدالغفار خان، یک تن از بزرگان پشتونها را سیاه کردند. منابع میگویند که ماموران امر بن معروف و نهی از منکر طالبان این تصاویر را روز پنجشنبه 14 سرطان سیاه کردند. این تصاویر در زمان حکومت پیشین نصب شده بودند. منابع می افزایند که طالبان در شهرک تورخم تصاویر افتاد مشهور که در بنرهای بزرگ چاپ شده بودند را نیز سیاه کردند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. جبهه مقاومت یک عضو امنیت داخلی فرماندهی امنی طالبان را در نیمروز کشتیم. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که یک مقام امنیتی طالبان در نیمروز را کشته است. این جبهه با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که حافظ عبدالباری عضو مدیریت امنیت داخلی فرماندهی امنی طالبان در ولایت نیمروز را ساعت 3:40 پس از چاشت روز پنجشنبه 14 سرطان در ناحیه دوم شهر زرنج از بین بردن. طبق خبرنامه حافظ عبدالباری در نتیجه یک عملیات هدفمند و با کمین افراد نیروهای جبهه مقاومت کشته شده است. این جبهه حافظ عبدالباری را متهم به ظلم و آزار و اذیت مردم کرده است. جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در این عملیات به نیروهایش آسیب نرسیده است. طالبان و منابع مستقل در نیمروز تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. مرزبانان ایرانی یک افغان را تیرباران کردند. منابع محلی در نیمروز گفتند که مرزبانان ایرانی یک باشنده این ولایت را تیرباران کردند. منابع روز پنجشنبه 14 سرطان گفتند که مرزبانان ایرانی 4 روز پیش یک افغان را در سایه مرز سی تپه در نقطه صفری مرزی تیرباران کردند. با گفته منابع این مرد شیر آقا نام داشت و مرزبانان ایرانی پس از گذشت 3 روز جسد وی را روز گذشته به خانواده‌اش سپردند. باشندگان محل میگویند که شیر آقا کارگر بود. طالبان در نیمروز و مقام‌های ایرانی تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که 3 ماه پیش یک باشنده ولایت نیمروز از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شده بود. اعتراف رئیس اداره اطلاعات خارجی آلمان به قضاوت نادرست در مورد سقوط کابل. پس از نزدیک به 3 سال سلطه طالبان بر افغانستان، کال رئیس اداره اطلاعات خارجی آلمان اعتراف کرده که ارزیابی وی از سرعت تصرف کابل توسط این گروه اشتباه بوده است. فاز پنجشنبه شب 14 سرطان گزارش داده که کال از سوی کمیته تحقیقات بونستاک آلمان به دلیل ارزیابی نادرست از سرعت پیشروی طالبان در کابل و سقوط این شهر مورد بازجویی قرار گرفته است.
وی در مورد پیشروی طالبان در کابل اعتراف کرده است. آنچه که ما درست پیش بینی نکردیم این بود که فیلمنامه تا آخرین سانتی متر تمام شد. با گفته وی، کابل بدون درگیری با طالبان واگذار شده بود و این گروه در آخرین روزهای هفته دوم ماه آگوست سال 2021 به سرعت این شهر را تصرف کرد. رئیس اداره اطلاعات خارجی آلمان به این کمیته خاطر نشان کرده است که وی مانند سایر سرویس های مخفی حاضر در محل تصور میکرد که نیروهای امنیتی افغانستان پیش در مقاومت میکنند و بلا فاصله تسلیم نمیشوند. بر بنیاد پیش بینی وی، شهر کابل نباید همزمان با خروجی نیروهای خارجی از افغانستان به دست طالبان سقوط میکرد. کال افزوده است که وی در آن زمان سقوط کابل را با توجه به کنترل مراکز ولایت توسط طالبان و همچنان خروجی نیروهای امریکایی و سفارتخانه ها پیش بینی کرده بود. این مقام آلمانی گفته است که وی در آن زمان به وزارت امور خارجه این کشور هشدار داده بود که در صورت تصرف زودهنگام مراکز ولایات توسط طالبان و همچنان خروجی نیروهای امریکایی از کابل، ارزیابیش نادرست ثابت خواهد شد. پوتین به رسمیت شناختن طالبان به پیشرفت احزاب بستگی دارد. پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت شناختن طالبان به پیشرفت احزاب بستگی دارد. پوتین روز پنجشنبه 14 سرطان پس از پایان نشست شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان به خبرنگاران گفته است که روسیه در مورد عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای به تنهایی تصمیم نمی گیرد. وی همچنان از آن کرده است که طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم متحد روسیه هستند. با گفته وی، مسکو پیام‌هایی را از سوی طالبان در راستای مبارزه با تروریسم دریافت کرده است. رئیس جمهور روسیه افزوده است، البته که طالبان متحد ما در جنگ علیه تروریسم هستند، زیرا هر مقام علاقمند ثبات در کشور است که آنان یعنی طالبان آن را اداره می کنند. پوتین خاطر نشان کرده که هنوز موضوعات در افغانستان زیر سلطه طالبان باقی مانده است که نیاز به توجه دوامدار این گروه و جامعه جهانی دارد. گفتنی است که ماه گذشته رئیس جمهور روسیه در تاشکند پایتخت ازبکستان گفته بود که به دلیل سلطه طالبان بر افغانستان برقرار کردن روابط با این گروه ضروری است. این در حال است که پیشتر رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 24مین نشست این سازمان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را تنها راه دستیابی به صلح پایدار در کشور عنوان کردند. آنان روز پنجشنبه 14 سرطان در اعلامیه مشترک تاکید کردند که مشارکت تمام گروه‌های قومی و سیاسی در چارچوب حکومت تضمین کننده صلح پایدار در افغانستان است. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.